بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی دادگاه لاهه برگزار شد تا ببینه که آیا اسقاطیل در غزه نسل کشی میکنه یا نه شاکی که بود آفریقای جنوبی بریم ببینیم داستان از چه قراره خبرگزاری فارس تو صفحه اصلیش همونطور که دارید میبینید این تیتر رو زده برای مهمترین عنوان خبریش لاهه برای اعمال اقدامات استراری درباره اسقاطیل اختیار داریم شما وقتی وارد این صفحه میشید و بعد این رو مقایسه میکنید با خبری که همین خبرگزاری فارس توی کانال تلگرامش گذاشته مغزت سود میکشه بعد اگر کسی بخواد بهت بگه آقا قرار یه روزی حسن روحانی محاکمه میشه شما خندت میگیره میدونی چرا چون ما اصلا جنگ رسانه رو باور نداریم اسقاطیل به کمک همین رسانه کاری کرده که 26 هزار شهید قزه به چشم نیان اصلا چون میدونید دیگه 15 16 تا از رسانه های معروف و خبرگزاری های تراز اول دنیا مال همین هست مال سه یونیست حالا به این چی نوشته؟ یه سری توضیحات دیگه جلسه قرارت ری دیوان بیرونالی دادگستری فلان فلان آغاز شد با این اشکالی نداریم اینجا قاضی دادگاه لاهه چی گفته؟ میگه دیوان از فاجعه که در قضه رخ میدهد بسیار آگاه است و کشدار جاری در قضه را محکوم میکند خب شما اینو میخونیم یا عجب آدم های خوبی هم ببین درد غزه رو فهمیدن اینجا هم میخوام محکوم کنن دیگه کار اسقاطیل تمومه دیگه در ادامه دامنه صلاحیت دادگاه در این زمینه با درخواست آفریقای جنوبی در رابطه با نسل کشی محدود شده است ای چرا محدود شده با اون نامحدود میمون دیگه چون شاکی آفریقای محدود شده یا نه چون متهم اسقاطیله محدود شده کدومشه یه رابطه تنگاتنگی بین این دو تا باید باشه بعد میگه وی با بیان اینکه دادگاه لاه این اختیار و صلاحیت رو دارد که اقدامات استرالی را در این پرونده اعمال کند تصریح کرد دادگاه نمیتواند درخواست اسقاطیل برای رد شکایت آفریقای جنوبی را بپذیرد احسن آفرین اینجا باز دوباره به نفع آفریقای جنوبی رای داد آدم کیف میکنه این همه دادگاه مقتدر باشه اسقاطیل رو بخواد زیر بکشه و خلاصه پدرشو در بیاره اصلا بال در میاری وقتی نمیشتوی رئیس دیوان بین المللی دادگستری در ادامه توضیح داد که این دادگاه فعلا درباره وقوع یا عدم وقوع نسل کشی توسط رژیم سهیونیستی در جنگ غزه تصمیم نمیگیرد پس در چی تصمیم میگیرد؟ دورم جمع شدم بگم بخندم بالاخره وقتشون بگذره بلکه احتمال انجام آن را بررسی می کند. خدا و ببین دنیا را مذحکه خودشون کردن این همه بزن بگیر ببر پخش زنده تلویزیونی داشته باش آقا فلان دادگاه خیلی مهم سی و یک قاضی اومدن نشستن خب میخوایم چیکار کنیم میخوایم به شکایت آفریقای جنوبی رسیدگی بکنیم خب تو این شکایت چیکار میخوایم بکنیم عنوان شکایت چیه نست کشی رژیم سی در غزه خب الان ما اومدیم اینجا تصمیمات خیلی مهم بگیریم ادعای اسقاطیل که رد کردیم که میخواست رد کنه شکایت آفریقای جنوبی رو بعد الان میخوایم چیکار کنیم میخوایم احتمال انجام وقوع نسل کشی رو بررسی کنیم حالا ادامهش جالبتر هم میشه آفریقای جنوبی آنچه را که در قز رخ میدهد به عنوان نسل کشی توصیف کرده و هر کشور عضو دیوان میتواند از سایر دولت های عضو در این زمینه حساب کشی کند یه برنامه داشتیم قبلا نمیدونم دیدید یا نه اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی اونجا توضیح دادم که آمریکا با تجزیه کشورها اومده مثلا 60-70 تا کشور 200 هزار نفری ایجاد کرده بعد همه اینا زیر پرچم اونان هر جا میخواد جمهوری اسلامی رو مثلا تحت فشار قرار بده یه شکایتی چیزی تنظیم میکنن بعد اونا میان رأی مثبت میدن به نفع آمریکا یعنی اگه بگه جمهوری اسلامی مثلا در فلان جا جنایت کرده آقا به خط همه تو مثبت بدید موافقت کنید جمهوری اسلامی جنایت کرده اینجا هم با این جمله اصلا انگار خودش رو خیار معرفی میکنه یعنی دادگاه الله رو شما در حکم خیار ببین هیچ خاصیت دیگه اینجا نداریم وسط هر کشور عضو دیوان میتواند از سایر دولت های عضو در این زمینه حساب کشی کند تو همین الان با این دبدب و کبکبت نمیتونی از اسقاتیل حساب کشی بکنی اینجاش خیلی عجیبه در صورتی که شرایط مطابق با مواد هفتم و نهم منشور دیوان باشد دادگاه میتواند اقدامات موقت انجام دهد هر کشور عضو میتواند به مسئولیت سایر کشورهای عضو در مورد احترام به مفاد کنوانسیون کشی اشاره کند تا اینجاش کاری ندارم این پست تلگرام همین خبرگزاری فارسه کارت زرد لاهه به رژیم سهیونیستی عزیزم تو به عنوان رسانه باید میگوتی چرا کارت قرمز نداد نه که بیدیری سنبل کنی بری بعد اینجا هم توضیح داده دیگه یه توضیحات مشتی داده که اسقاطیل باید اقدامات فوری برای جلوگیری از تخریب در نوار قزه انجام بده نمیدونم برای بهبود وضعیت انسانی و اینها کارای انجام بده خودشون اعتراف کردن خود همین لاهه که 97 درصد مردم قزه 93 درصد اوز میخوام 93 درصد مردم قزه در آستانه قحطی و نمیدونم همچی چیزایی هست بعد آخر سر برای اینکه بگه آقا خیلی دیگه کار اینا محکم بوده چی گفته میگه اسقاطیل باید ته یک ماه تمام اقدامات موقت اعمال شده را به دادگاه گزارش دهد این حکم تعهدات حقوقی بین المللی بر اسرائیل تحمیل میکند بعد در ادامه این دادگاه یه چیزی اوورده که این خبرگزاری ها اینا من ندیدم بیارن یکی دو نفر دیدم حالا وجدانشون بیدار بود اونا ذکر کرده بودن دادگاه لاه چی میگه میگه ما این اختیار رو داریم که درباره این که آیا اسقاطیل در قزه نس میکنه یا خیر صحبت بکنیم اما در این مرحله دادگاه نمیتونیم تعیین کنیم که آیا اسقاطیل واقعا در قزه نس میکنه یا خیر مسخره است دیگه مسخره نیست حالا از اون طرف خود اسقاطیلیا چی دارن میگن میگن رأی به نفع بوده اسکاتیل فقط باید اقداماتی رو انجام بده برای جلوگیری از آسیب و تخریب گسترده خب بابا دیگه ویران کرده غزه رو از این به بعد میگه مثلا خراب نکن دیگه غزه رو با خاک یکسان کرده دیگه دیگه میخواد از گسترش چی جلوگیری بکنه بعد اجازه بده کمک های بشر دوستانه مثلا خیلی با سرعت بیشتر وارد شو بعد شواهدی هم ارائه بده که نسکشی نمیکنه به همین راحتی فردا چهار تا کامیون رد میکنن دو تا فیلم هم میگیرن ارائه میدن به دادگاه لاهه میگن آقا ببین ما چقدر خوبیم هم کمک های بشر دوستانه رو میفرستیم هم بم نمیریزیم رو سرشون هم چادر دادیم فلانجا اسکان کنن وطنشون رو با خاک یکسان کردن چهار تا بطری آب معدنی و چهار تا مثلا غذا و دارو هم میدن چهار تا فیلم هم میگیرن در دادگاه لاهه هم ارائه میدن دنیا هم خفه خون خواهد گرفت من این قول به شما میدم از دادگاه هیچ آبی گرم نخواهد شد بعد ما هم نکردیم حالا خبرگزاری فارس بیاد بزنه دادگاه کارت زرد داد اون یکی بگه کارت قرمز داد اون یکی بگه از 6 ماه از لیگ محرومش کرد اینا برای مردم غزه نون و آب نمیشه ما اگر تحسین میکنیم شجاعت مقاومت ایثار جوانمردی و ایمان مردم غزه رو برای مقابله با سهیونیسته برای مقابله با استکبار جهانیه همین دادگاه لاهه همون حرفی رو میزنه که اسقاطیلیا ابتدای طوفان الاقصی گفتن میگه چون اینها حمله کردن به کشور اسقاطیل کشور مینامه کشور میدونه پس اینا هم حق داشتن بیان جواب بدن همین دادگاه لاهه تو همین جلسه امروزش اینو گفته ها بعد شما انتظار داری که دادگاه لاهه مثلا چیکار بکنه یک ماه پیش گفتم گفتم آبی از این دادگاه گرم نخواهد شد الان هم باز میگم یا علی التماس تو خدا نگهدارتون <applause>